سلام امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش باید بک ریاکشن ویدیو دیگه. چه آهنگی اومده؟ آهنگ کوچ از سیناسایی که فکر میکنم همون آهنگ یعنی فری استایل بود که 3 سال پیش حدودا منتشر کرده بود، اسم کوچ میاره. یس که به گفته خودش برادر نامزدش یا نامزد یکی از رفیقاش، حالا دقیق یادم نیست ولی یادمه که راجبش نوشته بود وقتی مهاجرت کرده بود و اون حسی که بود باعث شده بود این شعر به ذهنش بزنه و بخواد بنویسه. و چه فری استایلی بود کوچ میاره یس. اسمش هم خیلی هوشمندانه و باحال بود و اونم به این شکل بود که کوچ میاره یس. وقتی کوچ میکنی ممکنه اون دوری از وطنت باعث ناامیدیت بشه، یا برعکس وقتی توی کشور خودت هستی و یس و ناامیدی تو رو فرا میگیره باعث میشه که تو بخوای کوچ کنی تا از اون حس رهایی پیدا کنی و بتونی بری به سمت پیشرفت. حال موزیک ویدیوش منتشر شده 6 ساعت گذشته از کانال جدید یوتیوب سیناسایی که چند وقتی هست دوباره زده کانال قبلیش، از دسترسش خارج شده. لینکش توی دیسکریپشن هست، میتونید برید و سابسکرایب کنید اگه سیناسایی رو دوست دارید. اما ببینیم چه کسایی پشت کار بودن که توی دیسکریپشن نوشته. بیت بای کایهی موزیک بوده، اگه درست بگم میکس مستر پدرام آزاد بوده. کارگردان ویدیو امیرعلی جی اچ بوده. اسپشیال تنکس هم زده تو آیدا موسوی که آیدا فکر می‌کنم اگه شما نکنم وکالیست دختر هست، قبلا هم با تیک تاک و سیناسایی کار کرده بوده و احتمالاً داریمش تو آهنگ. محمد کلاه دوزان اگه درست بگم و محبود آبگری یا آبگاری آبگری نمیدونم، خلاصه اسمایی هست که زیر موزیک ویدیو هست، می‌خوام بریم ما هم ببینیم. اما قبل از هر چیز یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حالا جدید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. ویدیو 1080 ببی. میدونم این رفتن سخته، این خاطر تو دفتر تلخه، اینا میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره. هیچکی نمیخواد از کشورش بره، نمیخواد بشکن دلش فاصله، هر قد که هستش یادت مهم مقصد قلبه رفتن های باقی. ای واقعا سعی کنیش که دوستان از کشورش بره، من اینکه حالا رویایی در هالیوود داشته باشه ولی سخته دیگه. الان اینو شم یادمون، حالا میخوام بی احترامی نکنم چیزی که لایقه شو باید بگیم به طرف ولی در حد ما نیست که بخوایم توهین کنیم بهش، ولی اون خانومه که اومده بود، خانوم که به اون بگی ولی جمع کنید برید هر کی دوست داره شهر هرت. من که بابا من نمیدونم چرا مثلا آدم بعد از کشورش بخواد بره، مگه همه دوست دارن اون عرقی که به کشور، همه محلشون رو دوست دارن، عرق دارن به شهرشون، کشورشون دوست دارن اونو بسازن، چرا باید بره؟ چرا باید یه جوری یه کاری کنیم که بره مغز و همه در برن؟ واقعا نمیدونم. اگه دنبال اینید که همه مثل خودتون باشن، باشید برید یه جزیره بخرید برید همونجا دورم هم. همه هر کی مثل خودتونه بیاد توش اشغال کنید. چرا میخواید 70 80 میلیون آدمو عوض کنید، درگیر کنید، محدود کنید؟ چی هستن داستان؟ نمیفهم واقعا. وقتی که هستش یادت مهم مقصد قلبه رفتن هایی باقل با این لب مرز شکست، که فکر میکرد که مهاجره تای تای قصه است، هر وقت قربت گرفت من و لحظه لحظه گریه است، اما نگاه آخر تو مغز من که زنده است. ببین یه نکته جا داره اشاره کنم، ولی این وسط سیناسایی با اینکه خودش مهاجرت نکرده، این فضاسازی که داره، این حسی که داره قشنگ اینو درک میکنه و رو کاغذ میاره، این هنر سیناسایی رو اینجا ببین چقدر زیبا. حالا منی که الان مهاجرت کردم قشنگ داره منو لمس میکنه، ولی خب سیناسایی فکر نمیکنم این تجربه رو داشته بوده باشه و چقدر زیبا داره تو اون متن تو رو قرار میده، اونجا تو رو قرار میده و میکنه تو اون حس و فضاسازی عالی و دمش گرم. هنر زیاد سیناسایی رو میرسونه. اما نمیدونم، فکر کنم سیناسایی شاید بخواد مهاجرت کنه، چون توی کوشن باکسی گوشته بودن گفته بودن اگه به خود گذشتت بخوای نصیحت کنی چی میگی، گفته بود 18 سالگی از ایران میرفتم یا همچی چیزایی و نمیدونم. امید میمیره میمیره تا که یه امیری عشقاتو میخوری و ساکتو میکینی، بعد این که تصمیم دردناک تو میگیری میشه جنگ تو ریشه در خاک فموشیری، یعنی خوب نیست حال من، نه یعنی زوری از من، مجبوری باید تو این را برم، بعض پولیم هم خوب شال روی این فاجعه است و تیش. راست میگه، ولی نکته جالبش اینجاست که سیناسایی داره سیار میکشته موزیک ویدیو. سیناسایی که
سیگار رو میدونیم 2-3 سالی میشه ترک کرده، چه سیگاری هم میکشیده تایی دل بوری باید تو این را برم وز پولیم هم خوب شاله روی این فاجه هست تیش دوری یا نمیشه به این زودی خاک سر هر کاری کنی خونه رو یه جوری یادت هست که میشی تو خیال شب سمش میمونی بایی ترس میگی چه سودی داره پس میدونی کوچ میاره یس دو تا نکته میخوام اشاره کنم. اول از همه یکی که ورزشکاره یه لایف استایلی رو داره میبره جلو که زندگی سالم و اینا واسش میگن سوبر. یه کسی که خیلی های اوموزگای سمی مینویسه بهش میگن بنگی معتاد. ما نفهمیدیم آخر کدوم خوبن. نکته اینجاست که اون چیزی که به شما نزدیکه و حال میکنی باشه گوش کن، حرفی که مهمه تو زندگیت میاد، دوست داری، بهت میاد، وردار، بقیه‌شو بریز دور. حال نمیکنی لازم نیست آدم یه هیت بدی. نکته دیگه میخواستم بگم، حالا میگن سینا سایی سوبره اینا، ببین الان مثلا میگه آتیش دوری به این زودی نمیشه خاکستر. یعنی چی؟ یعنی آتیشه به این زودی ها خاموش نمیشه، یعنی این دوری تو سخته. میتونستی اون جورای دیگه بگی ولی اینجوری قشنگتر میگه. بعدش میگه میشی تو خیالش حبس، تو این فکر گیر میکنه اینا، میدونی؟ و این خودش هنره، یعنی استعاری داره میگه، اونجوری ساده داره نمیگه، در صورتی که داره ساده میگه، میدونی چی میگم؟ آرام خیابانی. و اینا خودش همه هنره و این فضاسازی که میتونه قرار بده اونجا اوج هنره. حتما لازم نیست آدم بخواد های باشه و فلان، حالا اونم زیبایی های خودش رو میتونه تو هنر داشته باشه، کاری نداریم، ولی اینجوری نیست که همه حتما بعد اونطوری باشن. این رفتن سخته، این خاطرات تو دفتر تلخه، این من میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره، هیچکی نمیخواد از کشورش بره، نمیخواد بشکن دلش، فاصله هر وقت که هستش، یادت مهم مقصد قلبه. پاز بزنیم کپی رایت آهنگش خیلی فضاسازی، اینوش خیلی دوست دارم، آهنگ سازیش هم خیلی باحال، چنانی هم تو عمق، ولی ریاکشن بعد پاز بزنیم که کپی رایت نخوریم. دیره واقعا عمر میره راحت، کلی ایده دارم اونجا بینقابم، اینجا نیست سالت گیر کارم، اونجا بینقابم، اینجا نیست سالت، این بده واقعا. میره راحت کلی ایده دارم اونجا بین قابم، اینجا نیست سالت گیر کارم، میوه هامم زیر آفتین، یه راه همیشه آخرین نجاتم تو این چمدون کیسه طاقت. این ورسش بکنم نداشتیم تو اون اجایی که گذاشته بود، ولی چقدر بال گفت میوه هامم زیر آفت. اینجا نمیذارن ما میوه بدیم، داریم میخواییم محصول بدیم، داریم سعی میکنیم، ولی زیر آفت، انقدر آفت زیاده، تو این چمدون یه کیسه طاقت، طاقت فرساست، یا باید طاقت بیارم، یه کیسه طاقت باید با خودم ببرم که اون بر طاقت بیارم، سخته. هامم زیر آفتین، یه راه همیشه آخرین نجاتم تو این چمدون کیسه طاقت، بعد صبر ایوب دست رد و مغز مغلوب، اونجا بهر از سوش، اینجا از خرد پوچ. بعد از صبر ایوب چقدر صبر کردیم، چقدر خواستیم رپ فارسی درست اینجا اونجوری که باید بشه، چقدر مثل سرباز جنگیدیم، حالا واسه چیزایی که میخوام الان رپ فارسی چون سینا رپره میگم، بعد از صبر ایوب دست رد به مغزه، حالا یادم رفت اینجا شو، ولی چقدر اینجا رو قشنگ گفت، چقدر صبر کردیم دیگه، یعنی بعد از صبر ایوب دست رد و مغز مغلوب، اونجا بهره از هوش، اینجا از خرد پوچ، اونجا بهره از هوش، اونجا از خرد پوچ. هیچ محصول با محصول کنم مسئول با خردی نداریم، خرد مرده، فقط به چاپ بگیر، در رو دلالی کن، فلان اینو بکن تو پاچه اون، فلان اینجوری اینجوریه دیگه. جا از خرد پوچ، چرخ گردون دست به فرمون، سمت اندو پس دلم سوخ، زجه زد توش سهم من کوش. آقا چقدر قافیه داره میگه، چقدر کلماش خوبه، یه بار دیگه گوش کنیم اینجا رو. بعد صبر ایوب دست رد و مغز مغلوب، اونجا بهره از سوش، اینجا از خرد پوچ، چرخ گردون دست به فرمون، سمت اندو پس دلم سوخ، زجه زد توش سهم من کوش، تو این چمدون یه بسته افسوس. این چمدون یه اینجا خیلی داره بال داره میگه، اون وسایلی که داره با خودش، شاید اون داراییایی که داره میبره، چیزی که داره نیاز داره، دست تقدیر رو به فرمون به سمت اندوه و
اینجا رو حالا یادم رفت خیلی مسیری شده داشت درست میومد اینجا بذار یه بار یه گوش کنیم. تو مغز مغلوب اونجا بهره از سوش اینجا از خرد پوچ چرخ گردون دست به فرمون سمت اندو پس دلم سوخ زجه زد توش سهم من کوش تو این چمه دونیه بس دلم سوخ زجه زد توش دلم سوخ زجه کی توش بعد زجه بزنه خودش دیگه دلش داره میسوزه توش گیر کرده تو این چمه دونیه بسته افسوس چرا چون سهم من کو ای دست به فرمون سمت اندو پس دلم سوخ زجه زد توی سهم من کوش تو این چمه دونیه بسته افسوس حقوق تو هیچ جبون موجی بدون توجی اونجا روبه روشی اینجا توی مشتی روحت کفری از بوی تو این خوی دوزی پول مفتی پر دود محیط خون پکید تو این چمه یه یادی گوشیم چقدر ورسش خوبه جبون موجی بدون توجی اونجا روبه روشی اینجا توی مشتی روحت کفری از بوی بدون توجی اونجا روبه روشی اینجا توی مشتی گیر کردی موجی بدون توجی اونجا روبه روشی اینجا توی مشتی روحت کفری از بوی تو این خوی دوزی پول مفتی پر دود محیط خون پکید تو این چقدر اینجا چقدر قشنگ داره میگه بذار یه دیگه گوش کنیم جبون موجی بدون توجی اونجا روبه روشی اینجا توی مشتی روحت کفری از بوی تو این خوی دوزی پول بوی توهین خون دوزی روحت کفری روبه روشی اینجا توی مشتی روحت کفری از بوی تو این خوی دوزی پول مفتی پر دود محیط خون پکید تو این چمدون یه پوچ امید حق تو این چمدون یه پوچ امید یا پوش امید چی؟ نه یه پوچ امید ایسا خون پکید تو این چمدون یه پوچ امید حق به جانب نیستم تو این چمدون یه پوش امید میگه یا میگه پوچ امید پر دود محیط خون پکید تو این چمدون یه پوچ امید حق به جانب پوشه من میشنوم آره دیگه بعد امید باشه دیگه چون به هر حال با یه سری امید داری میری دیگه اینجا نشد حالا به امیدی که اون ور بشه امید خون پکید تو این چمه دونی پوش امید حق به جانب نیستم از نگاه من این نرف حساب اونجا بخت بازه اینجا بخت باطل هر سکانس نقش در قشنگ حق به جانب نیستم بابا اونجا اینجوری اینجا اینجوری دیگه فکت دیگه نمیگم همه چی واسه من بعدم کردم کارامو بابا نشد نذاشتن یعنی اذیت کردن مشت خودشون گرفته بودن گاه من این نرف حساب اونجا بخت بازه اینجا بخت باطل هر سکانس نقش هام که رفت باده ضربه های چند جناه رو زخم بازم خنده داره ضربه های چند جناه رو زخم بازم خنده داره واه همه طرف خوردیم دیگه و همون زخم ما زدن نمک پوچیدن ولی نمک هم نپوچیدن هر کی دوباره رو اون زد از جناه های مختلف کانس نقش هام که رفت باده ضربه های چند جنای رو زخم بازم خنده داره تو این چمه دونی که کشانه این رفتن سخته جا داره اینجا واقعا یه دست بزنیم برای سینوسایی چه ورسی بود چه ورسی بود این خاطرات تو دفتر تلخه این هم میدونم تو محکمی و میدونی که این مسخر جبره هیچگی نمیخواد از کشورش بره نمیخواد بشکن دلش فاصله هر قد که هستش یادت مهم مقصد قلبه نمیخواستم این رفتن نه اونجا رایست کنم سیناسایی خودش میخواد مهاجرت کنه میگم اون حالا استوری هم که زده بود ولی نمیخواستم این رفتن خب آهنگ کوچو شنیدیم از سیناسایی جا داره دوباره دست بزنیم واسش و چه موزیک بود داینامیک آهنگ به شدت فوق‌العاده بود موزیک بود دیگه میدونی همه چی داشت یه ورس رپ عالی داشتیم از لحاظ کلمه بازی از لحاظ معنا از لحاظ استعاره همه چی توش بود و یه کورس خیلی خوب داشتیم یه بریج باحال داشتیم حالا اندینگ آهنگ بود و اینکه فضا سازی میکس مستر اینا همه چی درست یک موزیک ویدیویی که حس و راحت میرسون موزیک همه جوره باحال بود و نمیدونم حالا بعضیا میگن سیناسایی نمیدونم دیگه
با حال سینما. موزیک فقط این که تو کل کل کنی و یا فقط روی مود باشی و فقط ببینی چی ترند اونو انجام بدی نیست، حرفی که همه میزنن و تو هم بخوای بزنی نیست. موزیک یه قسمتیش خب یه کارهای هنریه، کاری که تاچت کنه، لمست بکنه، باهات حرف بزنه، بتونی با اون میدونی اون اتفاقاتی که واسه افتاده رو دوباره توت میدونی چجوری بگم، حس کنی یکی دیگه مثلا حرفتو میفهمه، اونو اومده تبدیل کرده به یک متن، میدونی به یک شعر، شعری که میتونی باش بخونی لذت ببری. کار همه چی داشت، ورس رپ خوب داشت، ملودی خوب داشت و خیلی خوب بود. من آهنگو خیلی دوست داشتم و واقعا آهنگ بود، میدونی. حالا شاید بعضیا فقط یه ورس خفن میندازن، ولی این آهنگ همه چی داشت و یک آهنگ کامل بود و همه جوره خیلی باحال بود. به نظرم به شدت هم استاندارد بود. حالا شاید بعضی بگن نه آقا این مثلا چه میدونم چرا دیریل نبود، چرا فلان نبود، چرا بیسار نبود، نه الان مود یه چیز دیگه است، ربطی نداره. مثلا آلبوم پست مالونم برید گوش بکنید، موزیکای اینچنینی توش میبینید و به هر حال این یه سبک آزاده تا جایی که پا میده شعر به قول خود سیناسایی و هیچ محدودیتی توش نیست. و یه چیزی هم که خیلی باحال جاده رو اشاره کنیم، ایده خیلی مهمه و رسیدن به ته پتانسیل اون ایده تو آهنگ چیز دیگه است. یعنی خیلی وقتا می‌بینیم ایده آهنگ باحاله ولی می‌بینیم اون پتانسیل اون آهنگ زده نشده، یعنی ایده خیلی خفن‌تره و جا داره که بهتر بشه، ولی به نظر من این پتانسیل خودش رو زده بود و از همه لحاظ من آهنگو دوست داشتم دیگه. چی می‌خواستی دیگه؟ ورس رپ بالش، حالا شاید یکی حال نکنه، شاید یکی اصلا راجع به مهاجرت شاید به فکرش نرسه، شاید مهاجرت نکرده اصلا، ولی من به عنوان کسی که خودم مهاجرت کردم اون قشنگ منو لمس کرد، یه قشنگ سیلی زد زیر گوشم و یاد یه سری داستانا و یه سری اتفاقات و اینا افتادم، مثلا کلی تصویر تو ذهنم زنده شد و این اون هنریه که میگیم هنر، میدونی؟ این خیلی باحاله. دمش گرم، مش خسته نشید. میگیم سیناسایی سنگین برگشته. من جاپارم خیلی دوست داشتم و اون فریستایلش رو گوش دادیم با هم توی لایو و این آهنگم دمش گرم. حالا بعد ببینیم سیناسایی میخواد چیکار کنه و دلش میده که یه کوچولو بزرگتر از مارکت رپ و رپ داره فهم کنه و به فکر تولید موزیکه و موزیک با ایده هایی که شاید هر کسی دست روش نمیذاره و این خوبه، ایده هایی که شاید خیلی تکراری هن، مسئله خیلی تکراری رو نمیپردازه و با یه نگاه باحال خودش و اون قدرت قلمش و قافیه چینی خودش به سری ایده ها میپردازه که خیلی کسی شاید دست روش نذاره یا سراغش نرفته و این خیلی باحاله. مثل همون سربازی و این داستانه که راجبش صحبت میکرد و یه کوچولو داره یه رپر خیلی پخته ایه که میدونی قدرت رپی قدیم خودشو داره و این موزیک خفن داره ارائه میده که میشه با ازش حسابی لذت برد و لمس شادم. دمش گرم، آهنگش روح داشت، روح آهنگش هم خیلی به من حال داد. دمش گرم دیگه، چی بگیم دیگه، خیلی آهنگ باحال بود. نظر شما چی بود؟ حتما توی کامنت بنویسید. و من خودم دلیل مهاجرتم یه آهنگ بود و اونم آهنگ گنجشکای علی سورنا بود. قبل اون دوست نداشتم مهاجرت کنم و اون ورژن دوزیش هم پخش شده بود. اینا فکر کنم نگفتم تا حالا تو ویدیوها، ولی حالا همه نزدیکای من میدونن اون آهنگ گنجشکک و ورژن دوزیش که پخش شده بود اون موقع لیک شدهش، اون باعث شد که من خواهم از ایران برم. خیلی هم سریع توی یه هفته پریدیم و جالب اینجاست وقتی که رسیدم آهنگ کویر اومد و گنجشکک اصلی اونجا بود و خلاصه بعد اونم آهنگ آزاد. من چقدر آهنگ آزادو گوش میدادم تو اون دوران، خیلی میچسبید. وقتی که 2-3 سال بود آزاد اومده بود، 2 سال فکر کنم 1 سال اومده بود، ولی اون تا من خیلی گوش دادم. خلاصه آهنگایی که اینجوری روح دارن میتونن خیلی باعث تصمیمات بشن و زندگی خیلی رو عوض کنن و این خودشون روحیه که تو موزیک میگیم وجود داره. شاید من تو ایران میموندم و گنجشکا کارو گوش نمیدادم، اصلا مسیرم اینجوری نبود و عادل رپفا نمیشدیم. خلاصه دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که لذت برده باشید. یه تشکر از کل بچه‌ای که پشت این کار بودن، سیناسایی و تمام تیمش و پدرام آزاد عزیز. خلاصه دمتون گرم، امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.